به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت یک خوش آمدید. من خالده عمری هستم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی با نشر تصویر از یک موتر بس در اکسش نوشته که موتر بس جدید در افغانستان تولید شده است. آقای مجاهد افزوده که این موتر تولید افغانستان بوده و به زودی در مراسم ویژه افتتاح می شود و به منظور خدمات شهری در کشور از آن کار گرفته خواهد شد. به گفته وی امارت اسلامی افغانستان به سوی خودکفایی و پیشرفت ها گام های مثبت را می بردارند. در ادامه واکنش ها در مورد تیرباران کردن ده‌ها افغان در مرز ایران از سوی مرزبانان ایرانی، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان در صفحه اکسش گفته که اگر این گزارش حقیقت داشته باشد پیامد ناگوار را در پی خواهد داشت. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نیز این رویداد را غیر انسانی دانسته و تاکید کرده که اوضاع مهاجران افغانستان را در 75 نشست کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ارائه خواهد کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، ناوقت دیشب در واکنش به کشته شدن ده‌ها مهاجر افغان از سوی مرزبانان ایرانی از حکومت آن کشور خواسته که در مورد این تیرباران سربازانشان و پناهجویان افغان به گونه شفاف تحقیق کند. از سوی هم نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد در اعلامیه گفته است که این اقدام غیر انسانی و مخالف با اصول و قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق مهاجران بین دو کشور همسایه است. در این اعلامیه عامل عمده مهاجرت شهروندان افغانستان را وضعیت بد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در افغانستان عنوان کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در حالی که در رسانه ها اخبار مبهم مبنی بر شهادت و زخمی شدن افغان ها در مرز میان ایران و پاکستان نشر می شود، ارگان های گوناگون و نمایندگان دیپلماتیک امارت اسلامی در مورد آن جستجو و تحقیق می کند. به گفته وی پس از روشن شدن موضوع امارت اسلامی تصمیم لازم در این مورد خواهد گرفت. در همین حال کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان و سفیر این کشور در کابل اخبار مبنی بر تیراندازی مرزبانانشان بر مهاجران افغان را رد کرده است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در دوحه در صفحه اکسش نوشته که با مصطفی گوکسور سفیر ترکیه در قطر دیدار کرده و در مورد روابط دو جانبه، آموزش و سکتورهای صحت، زراعت و فرصتهای سرمایه گذاری در افغانستان گفتگو کرده است. این در حال است که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، ترکیه روابط خوب را با امارت اسلامی ایجاد کرده، اما تا اکنون در مورد به رسمیت شناسی امارت اسلامی اقدام نکرده است. وزارت تحصیلات عالی در خبرنامه گفته است که ندا محمد ندیم سرپرست این وزارت در سفر به ولایت کاپیسا چندین پروژه را به هزینه 8 میلیون افغانی در دانشگاه البیرونی افتتاح کرده است. سرپرست تحصیلات عالی در نشست با هیئت رهبری استادان و محصلان دانشگاه های البیرونی گفته است که این وزارت تلاش میکند تا زمینه تحصیلات عالی را در مقاطع ماستری و دکترا برای جوانان در داخل کشور فراهم کند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله میگوید که یک کودک 7 ساله که به روز سه‌شنبه هفته روان از مربوطات حوزه 8 امنیتی شهر مزار شریف ربوده شده بود، در نتیجه عملیات ویژه نیروهای امنیتی ناوقت دیشب از چنگ آدم روبایان آزاد و به خانواده‌اش سپرده شد. به گفته وی پلیس 6 تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده که از این میان 3 تن به جرمشان اعتراف کرده‌اند. سپاسگزارم از توجهتان. وقتتان بخیر.